أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند. مالکیت و حکومت از آن اوست و ستایش از آن او، و او بر همه چیز تواناست. او کسی است که شما را آفرید و به شما آزادی و اختیار داد. گروهی از شما کافرید و گروهی مؤمن، و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را در عالم جنین تصویر کرد، تصویری زیبا و دلپذیر، و سرانجام همه به سوی اوست. آنچه را در آسمانها و زمین است می داند و از آنچه پنهان یا آشکار می کنید با خبر است، و خداوند از آنچه در درون سینه هاست آگاه است. آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ آری، آنها طعم کیفر گناهان بزرگ خود را چشیدند و عذاب دردناک برای آنهاست. به خاطر آن است که رسولان آنها با دلایل روشن به سراغشان می آمدند، ولی آنها از روی کبر و غرور گفتند: آیا بشرهایی مثل ما می خواهند ما را هدایت کنند؟ از این رو کافر شدند و روی برگرداندند، و خداوند از ایمان و طاعتشان بی نیاز بود، و خدا غنی و شایسته ستایش است. کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو: آری، به پروردگارم سوگند که همه شما در قیامت برانگیخته خواهید شد. سپس آنچه را عمل می کردید به شما خبر داده می شود، و این برای خداوند آسان است. حال که چنین است، به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید، و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. این زمانی خواهد بود که همه شما را در روز اجتماع، روز رستاخیز، گردآوری می کند. آن روز، روز تقابل است، روز احساس خسارت و پشیمانی، و هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، گناهان او را می بخشد و او را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کند، جاودانه در آن می مانند، و این پیروزی بزرگ است. اما کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، اصحاب دوزخند، جاودانه در آن می مانند، و سرانجام بدی است. هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر به اذن خدا، و هر کس به خدا ایمان آورد، خداوند قلبش را هدایت می کند، و خدا به هر چیز داناست. اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را، و اگر روی گردان شوید، رسول ما جز ابلاغ آشکار وظیفه ای ندارد. خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او نیست، و مؤمنان باید فقط بر او توکل کنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشید، و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، خدا شما را می بخشد، چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند، و خداست که پاداش عظیم نزد اوست. پس تا می توانید
تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است. و کسانی که از بخل و حرص خیشتن مسون بمانند رستگارانند. اگر به خدا قرض الحسنه دهید آن را برای شما مضاعف می سازد و شما را می بخشد و خداوند شکر کننده و بردبار است. او دانای پنهان و آشکار است و او عزیز و حکیم است.